ما از یک وبسایتی در حقیقت www.hamrah2020.com hamrah2020.com رو راه انداختیم که مستقیما شما رو به یوتیوب که فکر میکنم بیش از 130 مورد یا شاید نزدیک 100 مورد اون مشخص شده با صدها گفتگوی رادیو تلویزیونی من که عنوان هم داره و میتونید با عنوانشون رو پیدا کنید قرار گیره. بنابراین اگر مایل هستید لطفاً به www.hamrah2020.com سری بزنید و لینک اون رو با یوتیوب داشته باشید به جای اینکه توی یوتیوب به دنبالش بگردید. و این تنها کانال یوتیوبی است که متعلق به رادیو همراه و من هست و امیدوارم دوستان به این موضوع و آنچه که به عنوان به هر حال حقوق مؤلف هست توجهی رو داشته باشند. رادیو ایران بفرمایید. با من هستین آقای دکتر. بله بفرمایید. سلام دکتر هلاکویی. سلام بفرمایید خانم. با تشکر از برنامه‌های مفید و آموزنده شما سوالی ازتون داشتم. خواهش می‌کنم. سال گذشته شما برنامه‌ای داشتید با آقای جهانشاه اردلان در مورد دراویش قادریه. می‌خواستم لطف کنید در مورد اون تجربه کمی برای ما صحبت بکنید. سوال اصلی من در واقع اینه که آیا آنچه در این مراسم انجام میشه در محدوده تکنیک هیپنوتیزمی که شما همیشه توضیح دادید یا هیپنوتیزم به اضافه برخی تکنیک‌های شناخته شده دیگه؟ شما تشکر کنم از رادیو. من البته چون پرسش شما رو به دلیل اینکه نمیخوام درباره اون موضوع صحبت کنم مگر اینکه شما نقطه نظری رو طرح بفرمایید، من این نکته رو عرض کنم خدمتتون. آنچه که در این مجالس و محافل انجام میشه دقیقاً استفاده از اصل و اساسش همونطور که فرمودید هیپنوتیزمه و به گونه ای که هیپنوتیزم رو میشناسیم دقیق و درست هم میشناسیم، اینقدر که رابطه های اون رو میتونیم به راحتی مانند در تا فرمول های ریاضی بنویسیم و نتیجه مورد نظر رو یا پیشبینی رو بعدن عملی و واقعی ببینیم انجام میشه. معلومه که احتمالاً کارهای دیگری هم میشه کرد، ولی به نظر من اگر مفهوم هیپنوتیزم رو به این معنا که شما قسمت هایی از مغز رو به نوعی معطل میکنید و از صحنه خارج میکنید و قسمت های دیگر رو بسیار فعال میکنید و کنترل رو از یک قسمت مغز به قسمت دیگه مغز میدید و کنترل رو نه تنها در مغز که در اختیار کسی میگذارید که به نوعی یا شما رو هیپنوتیزم کرده یا شما در شرایط هیپنوتیزم فقط و فقط به او توجه میکنید، به طوری که من خودم وقتی که در کلاس ها هیپنوتیزم کنم یکی از حرفام این است که به هیچ چیز دیگه ای، که البته این جمله از نظر هیپنوتیزم کار درستی نیست ولی به هر حال کمی کار میکنه، توجه و اعتنایی ندارید، فقط به صدای من توجه میکنید و در نتیجه توجه و تمرکزشون رو میگیرم، اونا هم دقیقاً این کار میکنن. بنابراین آنچه که در این زمینه انجام میشه که بنده صدها موردش رو به شکل و فرمای مختلف دیدم و این کار بسیار دقیق حرفه‌ای با تمام وجود واقع بینانه‌ای که خوشبختانه بر روی دستگاه‌هایی که دیگه غیر قابل انکارن ضبط شده و پخش میشه همونطور که اشاره فرمودید، دقیقاً نشون میده که ما با یک بازی ذهنی که نامش هیپنوتیزم پس رو به رو هستیم. هیچ جنبه کاملاً مغزه و میدونیم چگونه همه قسمتاش کار میکنه، از اونجایی که خون کمتر میریزه یا نمیریزه، از اونجایی که احتمالاً دردی تحمل میشه یا نمیشه، از اونجایی که فرد حرکات خاصی رو میکنه که در بیداری کمتر میکنه، از اونجایی که به صورت ریتم چه بدن چه چشم چه گوش و از طریق صدا و یا حرکت و یا چرخیدن دور خود بوجه، و هیچ کدام از اینا به نظر من مطلقا نه مایه روحانی دارن نه مایه غیر فیزیکی و مادی دارن. به همین جهت است که میشه با تزریق یه دارو تمام اینا رو خونسا کرد و هیچ کس با تمام اون نیروش حتی یک قدم در این باره نتونه برداره، و درست میشه حتی با تزریق داروی دیگه شرایطی رو فراهم کرد که فرد آماده باشه در چند ثانیه که اون کارها رو حتی 10 برابر عمیق‌تر و سنگین‌تر انجام بده. تغییراتش رو از نظر امواج مغزی میدونیم، تغییراتش رو از نظر مقدار اکسیژنی که به قسمت‌های مختلف مغز میرسه، خونی که در اون محل‌ها هست، تحریکاتی که صورت می‌گیره،
ارتباط فرماندهی مغز که از فرض کنید لایه‌های بالا به مغز میانه میره یا حتی مغزی که اون به عنوان پایه هست کار رو به دست میگیره، اصلا تغییراتی که از نظر مواد شیمیایی و یا حتی گلبول‌های سرخ و سفید اتفاق، همه اینا شناخته شده است، همه اینا رو میدونیم و به هیچ وجه هیچ ارتباطی نه به عشق داره نه ارتباطی به روح و روحانیت داره، مخصوصا وقتی شما به دو تا نکته توجه میکنید. یکی این کسانی که وارد یه همچین مرحله تند و شدیدی میشن که معمولا مردمی هم که دربارش توصیف میکنن چند برابر به اون اضافه میکنن و با اغراق و قلوب تبدیلش به چیز عجیب و غریب میکنن، در حالی همطور که اشاره فرمودید شاید این فیلم 40 دقیقه که البته فیلم دیگری هم اخیراً در CNN من دیدم که یه ایرانی دیگه تهیه کرده بودند و نشون دادن که اون حدود 1 ساعت بود، بیشترین و بهترین یا حساسترین اونها رو نشون میده. یعنی من تصور نمی کنم که احتمالاً هیچ کار دیگه غیر از اینا صورت میگیره. یعنی این اوج همه کارهایی است که این آدما میکنن. اما شما در اونجا نه امنیت میبینید، نه آرامش میبینید، نه محبت میبینید، نه عشق میبینید، نه خوبی میبینید، نه سلامتی میبینید، نه زیبایی میبینید، نه اوجی میبینید. شما اونا رو درگیر یه حرکات کاملا ریتمیکی میکنید، فرد رو به نوعی به گونه ای از خود بیخبر میکنید، با ویژگی های روانی و جمعیش دست به حرکات و کارهایی میزنه. و دو مسئله، یکی این که بعد از اینکه تموم میشه شما کاملا حالت یه آدمی که از هیپنوتیز در آمده و یه مقدار زیادی انرژی روانی رو مصرف کرده رو میبینید که از شکل و فرمش پیداست، ولی اگر همون آدم رو 2 ساعت تعقیب کنید همونطور که در پرسش ها هم بود میبینید همون آدم قبلیست که احتمالا میره زنش رو هم کتک میزنه، به همسایش هم فحش میده. در حالی که اگر واقعا من و شما درگیر یک تجربه روحانی استثنایی باشیم که عرش و فرش رو با هم میدوزیم و به همه ی حقایق دسترسی پیدا میکنیم و بر اساس آنچه که ادعا هست به عشق میرسیم و به یگانگی میرسیم و به خلوص میرسیم، حداقل 2 ساعت بعدش باید به اندازه سر سوزن ما آدم تغییر یافته‌ای باشیم و حداقل یه ذره مهربونتر باشیم، یه ذره خوبتر باشیم، یه ذره مفیدتر باشیم. اصلا نیست. به طوری که این آدمایی که 40 سال این کارا رو میکنن و اینقدر این کارا به صورت ریتمیک در اومده که ظرف چند ثانیه به راحتی تو ترانس میرن و اون حالت رو دارن، شما میبینید همون آدمای عادی معمولی هستن که ای بسا اگر مغازه‌ای هم دارن سر هر کسی که بدونن از بچه و زن و بیچاره و نادان هم گرفته کلاه میذارن. بنابراین من چرا باید باور کنم که اینا یه مایه غیر از اون چیزی رو دارن که به مغز مرتبطه که جنبه فیزیکی داره و به کارکردهای مغز مرتبطه که ضمیر و ذهنه و درش هیچ چیزی جز ماده نیست، درش هیچ چیزی جز مغز نیست، درش هیچ چیزی جز همین آگاهی هایی که امروز داری نیست. و به همین جهته که به راحتی میشه با هر نامی، با هر اسمی، هر گروهی رو شما توی این شرایط قرار بدید همه اون نتایج رو به دست بیارید و هیچ اختصاص نه به گروه خاصی داره نه به کسی. فقط یه عده این بازی رو یاد گرفتن که مثل بسکتبال و تنیس و فرض بفرمایید ویولون به گونه این امکانات یا این وسایل رو به کار میگیرن که اون هدف ها به دست میاد. مهارت هست، برخی از اوقات توانایی ها و هنری که در این زمینه به کار میبرن رو به راحتی میشیدید، همونطور که یه بسکتبالیست یا یه پیانیست داره. ولی اینکه من شما تصور کنیم یه بسکتبالیست وقتی توپ رو شوت میکنه یه مثلا جنبه های روحانی روح مادرش اون رو به حلقه میرسونه، یا یه پیانیست رو تصور کنیم که این وقتی که وارد یه مرحله میشه یه چیزای یه کارایی میکنه غیر عادی، هیچ کدوم از اینا رو اگر با یه دقتی نگاه کنیم به اون صورت نمیبینیم مگر اون حریمی که به خلاقیت انسان و توانایی های انسان مرتبطه. بنابراین بنده در این برنامه ها که عرض کردم صدها موردش هم به چشم دیدم، هم با دوستانی که دقیق اینا رو گزارش دادن یا کتاب هایی که درباره شون نوشتن خوندم و یا خوشبختانه به همت دوستانی همون گونه که اشاره فرمودید بر روی یا تیپ ضبط شده صداها یا بر روی دستگاه های ویدیو ضبط شده که حالا با تصویر اجزایش رو لحظه به لحظه ذره به ذره میشه دید، در شما هیچ جا اصلا سوالی براتون باقی به نظر من نمیمونه اگر آدم حتی نیمه دقیقی باشید که ما با یه موضوع کامل ذهن انسانی، مغز انسانی و تمام قواعد فیزیکی و مکانیکی جهان روبرو هستیم و سر نخی به هیچ جا و ارتباطی به هیچ منبعی دیگه حداقل این کارها نداره. و به همین جهت است که نه آدماش موجودات ویژه و خاصی هستن
تنها چیزی که درشون هست متأسفانه یه مقدار ادعا و احتمالاً باوره که اون ادعا و باور رو هم حتی با گفتارشون و صحبتشون به راحتی میشه فهمید که از کجا یا از نوعی خودشیفتگی و خودفریبی میاد یا از یه جانب توانایی‌های به بازی گرفتن دیگران که مخصوصاً در تیپی که خانمی این کار رو میکرد اگر شما یه ذره دقت میکردید و کسی که معتقد بودن چه کارها میکنه که هیچ کدوم از اون کارها رو نکرد، تازه بازیاش هم کاملا مشخص بود، اصلا شما درش توانایی یه کار عادی معمولی رو هم به دلیل آنچه که میدیدید درش نمیدیدید، میتونه آدم بفهمه که چه خبر است. این است که من توصیه میکنم دوستان این ویدیوها رو بگیرن، اونها رو با دقت تماشا کنن، یا همونطور که هم اکنون CNN اون رو نشون داده، دو دفعه بنده دیدم اتفاقا و تعجب میکنم از تکرارش، ولی خوشحالم از این بابت، ولی متاسفانه متنی که روش گذاشتن با تمام معذرتی که در این باره میخوام بسیار دروغ و غیر واقع بینانه است، ولی خب یک کسی است که خواسته یه چیز رو به میل اون کسانی که این گونه میبینن توصیف کنه، در حالی که کار یه آدمی که واقع بینانه یه مسئله رو گزارش میده اینه که یا حداقل به درستی اون رو توضیح بده یا حداقل نظر یک دو سه تا فرد آگاه و متخصص و بی‌طرف رو هم یا حتی با طرف رو هم بپرسه و اون رو روش بگذاره، نه اینکه یک سره بر چیزی که به نظر من نه تنها عشق نیست، یه بازیه، یه خشم، یه تنفر، یه خودخواهیه، هی صحبت از عشق و روح و روحانیت و ارتباط با عوالم ملکوت و خدا بکنه که به نظر من چون هیچ جا درش خوبی و زیبایی نیست، جایی هم برای خدا نداره، برای که خدا بر اساس باور اونها که دارن همه خوبی ها و همه بهترین ها و همه زیبایی هاست. به همین جهت است که به هر حال امیدوارم امروز صحبت در همین زمینه دو سه مورد آمد، یه مقداری جهان رو واقع بینانه تر ببینیم، یه پرسشی رو در ذهن بیاریم، یه کندوکاوی بکنیم، زیر سوال ببریم، بعد اگر با همه پرسش ها و دقت هامون به باور و نظری رسیدیم همچنان اون رو نگه داریم، گرچه همیشه باز و آماده باشیم که نظر مختلف و متفاوت رو هم بشنویم. برحال خوشحال هستم که فرصتی دادید که در این باره با هم گفتگوی داشته باشیم. من ازتون ممنونم آقای دکتر، جوابمو گرفتم. فکر میکنید یه فرصتی کوتاهی از سوال دیگه بکنم؟ من یکی دو دقیقه قبل از پیام هفته پیام اومده، ولی در یکی دو دقیقه خدمتتون هستم. شما راجب ممنونم ازتون، شما راجب OCD صحبت میکنید و همینطور OCPD Obsessive Compulsive Personality Disorder، میخواستم یه توضیح کوچیکی بدید در مورد تفاوت این دوتا و اینکه کدام شدیدتره. بله ببینید، اون چیزی که به عنوان شخصیت وسواسی مجبور Obsessive Compulsive Personality Disorder نوع خفیف مسئله است، به طوری که نوع خیلی خفیفش رو شما در آدمای نسبتاً نه موفق بلکه پیروز دوربر خودتون در کارهای مقدار ظریف و دقیق میبینید. بنابراین کسی که شخصیت وسواسی مجبور داره آدم دقیق متوجه جزئیات پیرو قاعده و قانونی است که از اونها تخلف نمیکنه و بنابراین در برخی از شغلها و رشته‌ها اصلا شرط موفقیت یا حداقل توانایی برای انجام میشه. ولی وقتی وارد OCD میشید، Obsessive Compulsive Disorder، حالا شما با نوع شدیدتر و تندترش روبرو هستید و نهایت این ورش نزدیک است به جنون و بیماری و مرگ و نابودی. بنابراین حالت شخصیت وسواسی مجبور نوع خفیف قابل اداره، قابل کنترل، قابل تغییره، در حالی که نوع شدیدش معمولا احتیاج به روان درمانی و حتی دارو درمانی شدید داره و غالب اوقات هم باید به نوع اداره و کنترل بشه. بنابراین در حقیقت یه طیفی است که با شخصیت وسواسی مجبور آغاز میشه و به نوع خفیف فرد بیمار گرفتار وسواس و اجبار میرسه و به نوع شدیدش که وارد حریم کامل بیماری و از دست دادن ارتباط با واقعیت میشه خاتمه پیدا میکنه. بنابراین از ضعیف به عنوان شخصیت تا شدید به عنوان بیماری و مرض، وسواس و اجبار رو ما میتونیم بشناسیم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. سپاسگزارم. خواهش می‌کنم. تمام.